وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نصلي ونسلم على حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. وبعد، قال السيد الأحرار مولانا أمير المؤمنين عليه وعلى أبنائه أفضل التحية والسلام: فانظروا ما نزل من الأمم من المسلات بسوء الأفعال وزميم الأعمال، فاجتنبوا كل أمر كسرت فقرتهم وأوهنت منتهم من تزاغل القلوب وتشاحن الصدور. خوشبختم که امشب در مجلسی با عظمت مرکزی ایرانیان در بزرگ شهر مونتریال با توجه و لطف حضرت حجت الاسلام المسلمین حضرت استاد سیبوی به ساحت آقا و مولایمون سالار شهیدان عرض ادب میکنم و ایفای وظیفه می نمایم. جا داشت از فرمایشات حضرت استاد امشب بهره ببرم، اما امر مطاع ایشان به من مسئولیت داد که دقایق مزاحم عزاداران حسینی از برادران و خواهران باشم. محرم فرصت بسیار گرانبهای است برای گویندگان شیعی و برای شیعیان شنونده. از برکات قیام سالار شهیدان و یاران پاک بازش است که این مکتب با عظمت در طول قرون و اعصار با همه بدبینان و دشمنانی که این مکتب داشت، این مکتب نه تنها افول نکرد و غروب نکرد، بلکه روز به روز به حمد الله بر اثر حقانیتش درخشش پیدا کرد. چی بگوییم که چی گذشت بر رهبران اصیل این مکتب؟ چی بگوییم که ائمه ما
چه مصائبی دیدن، چه زجرهایی کشیدن و چه بلاها و ستمهایی بر آنان تحمیل شد. تنها مسئله عاشورا نیست. عاشورا فقط یک بابی از این ابواب طولانی و دور و دراز است که ما از آن تجلیل میکنیم. در دوره اموی ها چه ستم های دیدن شیعیان؟ در دوره خلافت بنی العباس اون تاریکی های دیرپا 530 سال چه بلاهایی دیدن شیعیان؟ کار به جایی کشانده شد که خلیفه جبار و عنود عباسی متوکل مرقد مطهر سالار شهیدان را تخریب کرد، شخم زد، آب روی او جاری کرد که دیگر آثاری از او و نام او نماند. اما نوری که خداوند برافروخته است هیچ کسی نمیتواند و قدرت ندارد نوری برافروخته خداوند را خاموش کند. نه تنها این جنایت متبکل سبب غروب محبت ابا عبدالله و شهدا از دلهای مؤمنین نشد، بلکه روز بروز بر آن افزوده شد. بنابراین یکی از آثار گرانبهای قیام سالار شهیدان بیمه شدن و تضمین شدن زندگی این مکتب حیات بخش است. برادران و خواهران عزیز، عقیده‌ای که ما و شما آن را از پدران و بابا و اجداد نیاکان به ارث برده ایم به آسانی به دست نیامده است. این وظیفه ماست که در این دوران خطیر و شرایط بسیار نازک که دشمنان این مکتب از هر کجا برای ضربه زدن این مکتب بسیج شده است، ما و شما با تمام توان، چه برادران چه خواهران، در زنده نگهداری این مکتب، در اعتلاء این مکتب با تمام توان باید بکوشیم. چقدر زیبا بود که امروز نزدیک های غروب با جناب حضرت آقای یزدانی آمدیم، وارد مرکز شدیم، صدای خواندن زیبایی می آمد. فکر کردیم نوار سیدی گذاشته شده است. به خبر وارد مرکز شدیم، دیدم جمعی از خواهران سیاپوش با صدای زیبا می خوانن و سینه می زنن. گفتن درود بر شما کنیزان زینب، پیروان زینب. اگر اون روز زینب دختری بزرگ علی در کوفه تنها بود در میان دشمنان، اون روزی که زینب صدا کرد یا اهل کوفه یا اهل القدر و مکر، اتبکون فلا رقعت دمتو، ای مردم کوفه مظلومیت ما را میبینید، بر من گریه میکنید. بیبی جان، بعد از گذشت 1400 سال پیروانت در اقصا نقاط دنیا، فاصله کربلا تا شهر مونتریال چقدر است؟ امروز در این سرزمین پیروانت، شیعیانت، کنیزانت، بیبی جان
مصیبتت را، قیامت را، گفتارت را، رفتارت را، منیشت را گرامی می دارند. درود بر این خواهران عزیز. گرچه امسال متاسفانه ما در شرایط ناگوار قرار گرفته ایم، بشریت مبتلا شده است به ویروسی که در تاریخ سابقه ندارد، کس پیش بینی نمی کرد که یک ویروس با چنین سرعت تمام عالم را فراگیر شود و گسترش شود. مشکل دارد برادران و خواهران. در عین حال ما همیشه این دروازه را، این مطب را، این منبر را، این علم را دوای دردهایمون و شفای رنجه ها و گرفتاری هایمون دیدن رو آورده ایم به این مطب. و انشاءالله مولای ما، عظمت و بزرگی مولای ما، سالار شهیدان و یارانش، علم به زمین افتاده ابوالفضل العباس پشت و پناه و یار و یاور مردم ما باشد. بنابراین بکوشیم که این چراغ برافروخته باشد، این علم در اهتزاز باشد. چیزی که بسیار ضرورت دارد انسجام ما. ما در اقلیت هستیم. در عین حال همیشه در طول تاریخ دشمن از ما با اینکه اقلیت هستیم ترسیده است، چون میفهمند این مطلب حق است. مقابله با حق خیلی مشکل است، بسیار غدر میخواهد، بسیار مکر میخواهد، بسیار ترفند و فریب میخواهد که به انواع حیله ها این مکتب را ضربه بزند. چیزی که ما در طول تاریخ رنج برده ایم، علاوه بر این که متفرق و پراکنده هستیم در اطراف و اکناف عالم، عدم انسجام و اتحاد است که ما به آن ضرورت داریم. مولا امیرالمؤمنین در باره انسجام ما سخت سفارش کرده است. خطبه طولانی است به نام خطبه قاصعت در نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین. سخنان مولا در کلام است. خطبه قاصعت نکات آورده است که غوغاست. امام در خطبه های مختلف، در نامه های مختلف، در کلمات قصار مکررن از وحدت پیروان خود، از وحدت مسلمین سخن رانده و تأکید کرده است. در خطبه قاصعه می فرماید فانظروا ما نزل من الامم من قبلكم. مردم به تاریخ بینگرید. ما تنها مردمی نیستیم که در این کره خاکی آمده باشیم، نه، پیش از ما مردمانی بودن، جوامعی بودن، بعد از ما هم مردمانی خواهند آمد. ما یک حلقه هستیم از زنجیر طولانی که قبل از ما کسانی بوده است و بعد از ما کسانی خواهد آمد. مولا می فرماید نگاه کنید به امتهای گذشته که پیش از شما می زیستن و زندگانی بکردن. به این امتها، به این اقوام که بینگریم، عده ای را ذلیل می بینیم، سرفکنده می بینیم، زمین خورده می بینیم، عده ای را با عزت و با افتخار در تاریخ می بینیم. نه ذلت اون و نه عزت این هیچ کدام بدون دلیل نیست. چی در زندگی فردی، چی در زندگی اجتماعی، ذلت و عزت هر دو دلیل دارد. فردی که ذلیل می شود دلیل می خواد. جامعه ای که ذلیل می شود دلیل دارد. فرد مقتدر، جامعه مقتدر اقتدارش بدون دلیل نیست. مولا بفرماید
وقتی که نظر کردیم به این امتهای گذشته میبینه که جامعه ذلیل وجود دارد. بعد میفرماید فاجتنبوا کل امر کسرت فقرتهم. این سخن معجزه بسیار روشن است از بزرگی مولا امیر المؤمنین. ببینید ستون فقرات جامعه گذشته را چی شکسته است. ستون فقرات امین سلسله و استخوانی که در پشت است که ماده خاکستری رنگ در درون اوست، این را میگیم ستون فقرات. به هر مرضی که انسان مبتلا بشود امید بهبودی و امید شفا میرود. خدا نکند که ستون فقرات آسیب ببیند، دیگر او درد به درمان است، منتظر مرگ باشیم. حد اقل فلج شدن، که فلج شدن صد بار از مرگ بدتر است، مرگ صد بار از او بهتر است. این بسیار تعبیر جالب است. انگار مولا امیر المؤمنین برای جامعه ستون فقرات قائل شده است. همینطور که یک فرد ستون فقرات دارد، ستون فقراتش اگر آسیب ببیند فلج می شود می میرد، جامعه نیز چین است. فاجتنبوا کل امر کسرت فقرتهم. احتراز کنید، دوری بجویید از چیزی که ستون فقرات جامعه گذشته را شکست، آنان را فلج کرد یا آنها را راهی دیار نابودی و مرگ کرد. اون چی است که ستون فقرات جامعه را می شکند؟ من تزاغن القلوب و تشاهن الصدور. اون پودکی، اون شمشیری، اون کاردی که ستون فقرات را پاره می کند، جامعه را فلج می سازد، عبارت است از سینه های چرکین، دل های پرکینه، پر عقده، روحیه بدبینی، عدم تسامح، عدم تحمل همدیگر. هر جامعه ای که خدای نکرده به چنین مرض مبتلا شد، ستون فقرات او شکسته است، او حتما فلج می شود، او حتما نابود می شود. مولا می فرماید متوجه باشید، به امتهای گذشته نظر کنید، تاریخ بخوانید، اونهایی که فلج شده اند، ذلیل شده اند، حتما در اثر فتنه، سینه های پرکینه، قلبه های آکنده از فتنه و نفاق بوده است. شما به چنین مرض مبتلا نشوید. من تزاغن القلوب و تشاهن الصدور. بعد می فرماید مگه آیا نمی بینید کیف کانو الا ترون الى بنی اسرائیل کیف کانو حیث کانت الاملا مجتمعه والاحوام مختلفه والقلوب معتدله والسیوف متناظره والعيون نافذة ألم يكونوا أربابا في أقطار الأرزين وملوكا على رقاب العالمين. مگر نمیبینید که امین بنی اسرائیل روزگاری بودن که بسیار در اثر اتحاد و اتفاق اینا ارباب شدن، آقا شدن، اما وقت گرفتار اختلاف شد ضربه خورد. بنابراین ما باید اتحاد داشته باشیم. اتحاد نه که ما به دنیا دشمنی کنیم، نه، از خود دفاع کنیم. اسلام دین سلم است، دین سازش است. خوب دقت نگاه کنید، ما عقیده داریم که 124 هزار پیامبر آمده است. اسلام همه را به رسمیت شناخته است. هیچ دین چنین نیست. هیچ دین همه ادیان را به رسمیت نشناخته است جز اسلام. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، چیزی با بیان میکند قرآن کریم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله.
لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ما پیروی چنین کتابی هستیم که به همه ادیان آسمانی را به رسمیت شناخته است. دیگر شما دینی را پیدا نکنید که همه ادیان را به رسمیت شناخته باشد. رسمیت شناسی معناش این است که دینی سازش است، نامش اسلام است، مذهب سلم است، مذهب مادارا است. ما سر ستیز و دشمنی به دیگران نداریم. این که میگوییم به تاریخ بینگرید به مرضی که ستون فقرات ما را بشکند مبتلا نشویم تا از خود دفاع کنیم، نه این که ما خنجری برینده باشیم در اثر اتحاد خنجری برینده شویم، نیزه شکافنده شویم بر علیه دیگران. اینجوری نیست. ما برای دفاع از مکتب خود، از کیان عقیدتی خود نیاز به اتحاد داریم. بنابراین بشتابید به سوی مراکز دینی، کوشش کنید اتحاد باشد. مراکز متعدد به معنای این نیست که ما اختلاف داریم، چون کشورهای مختلف است، عنعنات و رسومات و فرهنگه های مختلف است. فرق میکند رسومات فرزند از کشور دور افتاده هندو یا پاکستان یا افغانستان مثلا با کشور عراق یا با سوریه یا با یمن فرق میکند. اینی که چند مجلس است فکر نکنید باعث اختلاف شده است. نه، همه ما در یک راه روان هستیم، همه ما دنبال یک شعار هستیم، همه ما در اطراف یک علم سینه میزنیم. گرامی بدار چنین مجلس را. و اساتید محترم زحمت میکشند، شبها مطالبی ارائه میکند، تاریخ میگوید، آیات میخواند، از خطبه های نهج البلاغه، از فرمایش رسول معظم اسلام، از فرمایشات ائمه اطهار برای شما سخن میگوید. این چراغ را گرامی بدارید، از تاریکی های گمرایی همه ما در اطراف این چراغ جمع شویم، خصوصا کسانی که در چنین سرزمین آمدن از مرکز اعتقادی یک مقدار دور افتاده ایم. ما بیشتر نیاز داریم تا نسل نبی خود را در مراکز دینی تبلیغی بیاوریم، چون تا نسل ما خدای نکرده به راه نرود ما مسئولیت داریم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خدا ما را مسئولیت داده است که ما نفس خود را و اهل خود را از گمراهی نجات بدهیم، از آتش جهنم نجات بدهیم. این در صورت شده نیست، خصوصا نسل نبی ما که با افرادهای مختلف سر و کار دارد و مراکز دینی بیاییم. خطرات خیلی زیاد است، اما طوری که در این کشور فرصت ها زیاد است که ما باید استفاده کنیم، خطرات و لغزش ها زیاد است. خطر اعتیاد است، خطر قماربازی است، خطر شراب خوری است، خطر انحراف است. ما تلاش کنیم چی در داخل خانه چی در جامعه فرزندانمون را از لغزش های اخلاقی نجات بدهیم و از فرصت های گرانبهایی که باعث ترقی ما، خانواده ما، جامعه ما، مذهب ما می شود از آن بهره برداری کنیم. خصوصا خواهران عزیز، در طول تاریخ تشیع خانم ها نقش بزرگی داشته است. اگر دختری بزرگ علی زینب نبودی، قضیه کربلا در کربلا مجاز دفن شده بود. بسیاری از تحلیلگران میگوند اشتباه یزید این بود که بعد از یک سره کردن مردان بنی هاشم در کربلا که همه را به شهادت رساند، اشتباهش این بود که زنان را به اسارت برد و اینا میتوانید تبلیغ کند که امام حسین چند تروریست آمد در بیابان کربلا شهید کرد، ولی زینب را اسیر برد، ام گلثوم را اسیر برد، دختران علی را به اسارت برد. درست است اسیر بود، گرسنه بود، غم دیده بود، اما اولاد علی بود.
از سینه فاطمه زهرا شیر مکیده بودن، اهل سخن بود، اهل گفتار بود، یزید رسوا کرد. اون موقعی که دختر بزرگ علی در شام خطاب میکند به یزید، ابن تلقا امن العدل تخدیرک حرائرک و سوقک بنات رسول الله سبایا، ای فرزند آزاد شده، شما ببینید چقدر مؤدبانه دختر علی یزید را خنجر میزند. یا ابن تلقا، ای یزید میدانی تو کی هستی؟ مگر تو پسر معاویه نوی ابو سفیان نیستی؟ مگر ابو سفیان تا توانست با پیامبر دشمنی نکرد؟ موقعی که مکه فتح شد، مگر جد ما پیامبر نبود که پدرت را باید قصاص میکرد و اعدام میکرد، اما او را بخشید و آزاد کرد؟ ابن تلقا، ای کسی که آزاد شده ای جد ما هستی که باید کشته میشود، سنگسار میشود، جد ما بر او منت گذاشت، او را آزاد کرد. ابن تلقا امن العدل، آیا از عدالت است تخدیرک حرائرک و نسائک؟ زنان خود را پشت پرده منشانی تا چشم نامحرم به آنها نیفتد. و سوقک بنات رسول الله سبایا، اما دختران علی را، دختران فاطمه زهرا را، اولاد پیامبر را شهر به شهر و دیار به دیار به عنوان اسیر میگردانی؟ یه از عدالت است؟ این سخنان بود که این مکتب را زنده نگه داشت. سخنان دختر علی در کوفه و در شام بود که این مکتب را بیمه کرد. پس ما وظیفه داریم، مسئولیت داریم در حفاظت این مکتب. یک تکه تاریخ را عرض کنم، بیشتر از این شما را زحمت ندهیم. یک تعلی زده می شود به تشیع که تا اندازه باید بپذیریم. با اون است دشمنان می گوید بابا شما سینه می زنید، کی را تعلی می دهید؟ مگر کوفه، اهل کوفه اکثرا شیعه نبود؟ مگر اونها حسین شهید نکردن؟ چرا شما دیگران رو منت میدید؟ درست است کوفه همه شیعه نبود، ولی یک جمع معتنابی شیعی وجود داشت. در روز عاشوران در صف دشمنان کسانی بودن که عقیده شیعی داشتن، اما نتوانستن که بیانی مولایش بشتابن. بجای آن که دوست را یاری کند، در اختیار دشمن قرار گرفت. سخنرانی که سالار شهیدان در روز عاشورا کرد با اونها این نکته را تذکر داد، فرمود تبا لکم ایتها الجماعت و ترها، نه بر شما باد ای مردم، با کی می جنگید؟ در کنار کی استاده اید؟ سلیتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم، اون شمشیر را بروی ما کشیده اید که شمشیر را ما به دست شما داده ایم تا دشمنانتون را، دشمنان دین را نابود کنید، اکنون با اون شمشیر شما مرا میخواد بکشید. و حشیشتم علینا نارا اقتدحناها علی عدونا و عدویکم، میخواهید مرا با آتش بسوزانید که ما این آتش روشن کردیم دشمن بسوزد. معناش اینه که آخر شما دوستان ما بودید، کجا بروید؟ چی رایی را در پیش گرفته اید؟ چرا چیدین شد؟ از اثر امین به اعتمادی به اتفاقی. یک تیکه تاریخ خدمت شما عرض کنه، میگه که در روز هفتم محرم، ظاهراً سالار شهیدان چند نامه نوشت به بزرگان شیعیان در کوفه که ما در عراق آمده ایم، در کربلا در محاصره قرار گرفتیم، هر چه زودتر شیعیان ما را به کمک ما برسانند. قاصدهای مختلف که نامه سالار شهیدان را طرف کوفه آورد، دیگر از قاصدی سخن به میان نیامده است که کی توانست خود را برساند، فقط از یک قاصد میگوید این خود رسان. او قاصدی بود که نامه سالار شهیدان را وظیفه داشت که به حبیب ابن مظاهر اسدی بسید، مرد
موجه با اعتبار مستفید. قاصدی که نامه حسین را برای حبیب ابن مظاهر اسدی آورده است وارد کوفه شد. دید شهر بسیار ملتهب است، اوضاع بسیار بد است، کس به کس اعتماد ندارد، قاصدم نابلد است. از کی بپرسد خانه حبیب کجاست؟ از کجا که خانه دوست را با دشمن اشتباه نگیرد؟ بسیار با رنج و تلاش بالاخره خانه حبیب را پیدا کرد. میگوید آهسته در را در حبیب را دخول باب کرد. یک زمان در با شد، زن حبیب ابن مظاهر اسدی آمد، نگاه کرد، مردی است ناشناس. قاصد پرسید خانه حبیب است؟ گفت بله خانه حبیب است. خانه حبیب است، کاری داشتی؟ چون زن حبیبم میترسد، اوضاعی شهر بسیار بحران زده است، عبیدالله ابن زیاد حکومت پلیسی را اجرا کرده است در کوفه. بله خانه حبیب است، کار داشتی؟ حبیب خانه است؟ بله حبیب خانه است. گفت کاری داشتم؟ بله بله با خود حبیب کار دارم. زن حبیب رفت درون خانه، گفت حبیب مرد غریبه آمده است، شما را میخواهد. حبیب بیرون شد دمیدر، از بستی که فضا فضای به اعتمادی است، قاصد نامه را به دست حبیب داد، خودش فرار کرد. حتی به حبیب هم اعتماد نکرد، مبادا حبیب ما را گیر بیدهد. حبیب همونجا نامه را باز کرد، دید نامه از حسین ابن علی است. حبیب یا حبیب، دوست ما حبیب، در کربلا در محاصره قرار گرفتم، جوانان را دوستان ما را به یاری ما برسان. ما با اهل بیت آمده، با زینب، با ام گلثوم در نامه تذکر داده است. انگار حبیب زمینگیر شد. زنش دید که حبیب حالت لرزه‌ای پیدا کرده، از درون خانه آمد. گفت حبیب خدا خیر کند، چی خبر است؟ گفت خبری نیست. ولی زنش بفهمد خبری ناگوار است. تاریخ میگوید شب شد، زنش متوجه شد که حبیب خواب نمی کند. خواب نبرد حبیب را، لحظه به لحظه منشیند، آیسد میکشد، ولی با زنش هم سخن نمیگوید. نماز صبح شد، حبیب زنش وضو گرفت، نماز خواند. بعد از نماز زنش دید که حبیب به زمین سجده کرده است، بدنش میلرزد. آمد سر حبیب را بردارد، گفت حبیب یک سخن از تو بپرسم. چی سخنی؟ گفت امروز میدانم بعد از آن که اون نفر غریبه آمد و از تو منقدیم شد، خبر از چرا با باره میگویی؟ آیا سوال ما این است، این مدتی که ما و شما زندگی مشترک داشتیم، آیا از من خیانتی دیدی؟ گفت نه همسر، از تو راضی هستم. گفت اگر راضی هستید چرا حقیقت را با ما نمیگویی؟ چرا وضعت منقلب است؟ حبیب گفت ای همسر، اون قاصد قاصد حسین بود، نامه‌ای از حسین برای ما آورده است. شرمنده حسین از زم، حسین از ما کمک خواسته، شرمنده از کی را به کمک میبرد؟ گفت چی نوشته از حسین؟ گفت حسین نوشته است که ما در کربلا در محاصره قرار گرفتم، یاری خواسته است از ما. دیگر که گفت دیگر زینب است، ام گلثوم است، اولاد علی و فاطمه زهرا است. زن حبیب با حبیب گریه کرد، گفت حبیب اگر هیچ کسی را ما به کمک برده نمیتوانیم، میتوانیم خود ما برویم. بیش از این مزاحمی برادران و خواهران نمیشم. خدایا به عظمت و جلالتت، به ربوبیت و قدسیت دا پروردگار، بشریت را از این ویروس منحوس، از این دشمن غیر مرئی که جهان را دیگرگون ساخته است، به لطفت نجات مرحمت بفرما. دعای نهایی را حضرت استاد معظم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم إني أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.
خدای ما مستر هستیم، بشریت مستر است، جهانی اسلام، دنیای تشیع به آتش می سوزند، گرفتاری ها زیاد است. سه مرتبه این آیه شریفه را به خاطر آرامش مسلمین و امنیت شیعیان تلاوت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المستر، اما اللهم اكشف الشدائد والبلايا عن المسترين، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، كريما گناهای من را برس، آبروی من را مرس، در ظهور ولی و صاحب من امام زمان تعجیل بفرما، ما را جمله اعوان و انصار و ناغا محسوب بگردان، کریما دنیای بشریت را از این مرض نامیمون و نامبارک نجات مرحمت بفرما، خداوندا ما را با غضبتون امتحان مفرما، معامله با ما و اعمال ناشایست ما مگردان، با فضل و رحمتت با ما معامله بفرما، خداوندا مجالس سید الشهدا را روز بروز با رونق بگردان، ما را از جمله شیعیان مولا امیر المؤمنین و فرزندانش در دنیا و آخرت قرار بده، عاقبت ما و جامعه ما و مذهب ما و مکتب ما را ختم به خیر بفرما، و بلغ الى ارواح المؤمنین و المؤمنات و الشهداء و الى ارواح والدینا ثواب الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.